اگرچه نمیتونیم به طور کامل پیش کنیم که زن مورد علاقتون چه انتظاراتی از مرد رویاهای خودش داره و چه ویژگی براش مهم تلقی میشه اما تحقیقات در این زمینه انجام شده یه لیست از مردانی رو که غالبا مورد علاقه زنان هستن رو ارائه کرده سلام مریم هستم یک روانشناس به کانال خودتون خوش آمدید ممنون هستم از کامنت های زیباتون و دوستان جدیدمون خوشحالم که این کانال رو برای بالا بردن کیفیت ارتباط عاطفیتون با شریک زندگیتون انتخاب کردید ممنون میشم که با ساب و لایک و زنگوله به جمع خانوادهمون ملحق بشید اگر سوالی دارید هم بپرسید حتما کمکتون میکنم دوستان من لطفا با من همراه باشید مردانی که در رابطه با زنان صداقت و احترام رو حفظ میکنن برای زنان جذابتر هم هستن به عبارت دیگه میتونیم بگیم که زنان به دنبال مردانی هستن که حتی در شرایط دشوار هم از زنشون حمایت میکنن و به اونها احترام میذارن به خاطر داشته باشید که این یک مورد بسیار حائز اهمیت برای زنان هستش و اگر وارد رابطه شدید بدون اینکه به این مورد توجه بکنید احتمالا رابطتون دیر یا زود به پایان میرسه برخی از موارد که زیر مجموعه صداقت اخلاقی هستش رو براتون نام میبرم ارتباطات روشن مردانی که رابطهشون رو با شریک زندگی خودشون به صورت روشن و با تدبیر شکل میدن زنان رو جذب خودشون میکنن و یک رابطه سالم رو هم پای ریزی میکنن صداقت مردانی رو که در رابطه از اعتماد زنوی خودشون سوء استفاده میکنن و صداقت ندارن به روابطشون آسیب میزنن و زنان رو از خودشون دور میکنن به عهده گرفتن مسئولیت اعمال و رفتارشون زنان از مردانی خوششون میاد که مسئولیت اعمال خودشون رو بپذیرن و از زیر بار مسئولیت چیه شونه خالی نکنن اینگونه گونه رفتارها نیاز به بلوغ فکری عاطفی بالایی رو داره چون اگر مردان مسئولیت رفتار خودشون رو نپذیرن سرزنش میشن و باعث آسیب عاطفی جدی به روابطشون میشه و این به سادگی قابل جبران نیستش حساس بودن در رابطه زنان برای ابراز مهربونی، صبر، همدلی، عطوفت به مردان نیاز دارند. البته من همینجا یه پرانتز باز میکنم مردان هم نیاز دارن به زنها اما زنان از مردانی خوششون میاد که این عواطف و احساسات رو به صورت متقابل بروز بدن حساس بودن در رابطه میتونه شامل موارد زیر باشه مرد خانواده دوست اغلب خانم ها مایل هستند با کسی ازدواج کنند که با افراد خانوادهشون رابطه خوبی رو برقرار بکنه و با اونها با احترام و مهربونی برخورد بکنه این قضیه نشون میده که او برای مفهوم خونواده ارزش قائل هستش و اهمیت یک رابطه خوب و نزدیک رو در خونواده میدونه درک تفاوت‌های جنسی زنان از مردانی خوششون میاد که تفاوت‌های جنسی میان خودشون و زنان رو تشخیص بدن و بپذیرند و چنین مردانی میتونن زنان رو با تمام خصوصیات زنانه ای که دارن درک کنن و دوست داشته باشن مردانی که زنان رو به خاطر زرافتشون زیباییشون یا حتی نوع آرایششون مورد تمجید و ستایش قرار میدن احتمالا میتونن قلب زنان رو به دست بگیرن حمایتگر حمایتگر بودن مرد یک عامل قوی برای جذب کردن زنان به شمار میره مردانی که میتونن در مواقع حساس حامی عاطفی و عملی برای همسرشون یا حتی دوست دخترشون باشن برای زنان جذابتر هستن سمیمیت در رابطه اگر میخواهید جزء مردانی باشید که برای زنان جذاب باشن صمیمیت در رابطه رو در زندگیتون به وجود بیارید صمیمیت در رابطه هم شامل موارد زیر هستش همراهی و مشارکت صمیمیت در روابط زناشویی گاهی به این شکل نشون داده میشه که مواقعی که به دلیل خستگی روزمره بیماری یا ناتوانی یکی از زوجین فرق نمیکنه چه زن باشه چه مرد انرژی و توان برقراری رابطه جنسی کم میشه اونها باز در کنار هم وفادارانه زندگی میکنن ابراز علاقه کردن گفتن جمله دوست دارم به زنان میتونه یه معجزه به وجود بیاره علا رغم اینکه و اعتقاد بعضی از افراد این هستش که باعث میشه که به روابطشون آسیب بزنه اما اینطور نیست عزیزای من رابطه رو اتفاقا محکمتر هم میکنه کلمات عاطفی که شما موقع صحبت با همسرتون به کار میبرید عدم داد و ستت در روابط زناشویی هستش زنان از مردانی که زنان رو مورد لطف قرار میدن تا در ازای اونها در نهایت بتونن رابطه جنسی برقرار بکنن خوششون نمیاد بنابراین از اون دست از مردانی نباشید که روابط خودتون رو صرفا ابزاری بکنید و برای رسیدن به هدف خاص مانند سکس یا رابطه جنسی قرار بدید رابطه جنسی خوب نمیتونه اونطوری به وجود بیادش و هیچ وقت رابطه جنسیتون رو یک معامله تجاری قرار ندید براش پولدار پولدار اغلب آقایون فکر میکنن خانم ها یک مرد پولدار موفق با ماشین آخرین سیستم و آپارتمان مجلل رو میخواد اما درست نیست چون اغلب خصوصیات خوب آقایون هستش که خانم ها رو تحت تاثیر قرار میده نه حساب بانکی اونها خانم ها مردی رو میپسندن که قادر به ایجاد یک زندگی خوب و راحت باشه همینطور بلند پرواز باشه نه اینکه ناگهان ارث پدری به اون رسیده و از طریق اون خوشبخت و پولدار شده باشن چرا که به قول معروف باد آورده رو باد هم میبره بنابراین خانوما میخوان بدونن آیا واقعا مرد زندگیشون قدرت به دست آوردن پول و جرأت چرخوندن یک زندگی خوب رو داره یا نه خوشحال هستم تا انتها با من همراه بودید آیا چیزی هستش که فکر میکنید از قلم افتاده و شما میخواهید اضافه بکنید ممنون میشم نظرات خودتون رو هم اضافه بکنید در قسمت کامنت ها همینطور ساب و زنگوله رو هم فراموش نکنید تا ویدیوی بعدی همه شما رو به خدا میسپارم خدا حافظ همه ای شما